سلام به بینندگان گرامی، دوستداران و علاقمندان ورزش. به خبرهای ورزش خوش آمدید. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو من علی امادی و میهمان این برنامه وحید سالک عضو سابق تیم ملی جودو ایران رو همراهی کنید. امروز اولین دوره بازی‌های پاراآسیایی رقابت‌های معلولین آسیا طی مراسم ویژه و رژه ورزشکاران در گوانگجو آغاز شد. ایران هم با 157 ورزشکار در 16 رشته در این رقابت‌ها حاضر شده. اما در 16مین دوره بازی‌های آسیایی که دو هفته پیش به پایان رسید، جودو تنها با دو مدال نقره و برنز محمدرضا رودکی از جمله ورزش‌های ناکام ایران در بازی‌های آسیایی بود. وحید سرلک، جودوکار وزن منهای 60 کیلوگرم ایران، هم از غایبان بزرگ تیم ملی جودو در این رقابت‌ها بود. پیش از اینکه به میهمان برنامه برسیم، برای اعلام موضوع این ویژه برنامه از شما دعوت می‌کنم به یک گزارش کوتاه توجه کنید. کم نبودن ورزشکاران ایرانی که به دلایل مختلف عطای حضور در باشگاه‌ها و تیم‌های ملی ایران رو به لغاش فروختن و برای دنبال کردن آرزوهاشون به اونور آب‌ها رفتن. نمونه‌های پیش از انقلاب وجود داره، اما تعداد ورزشکارانی که پس از انقلاب راهی غربت شدن خیلی زیادتره. به تازگی شنیدن خبر موندن ورزشکاران ایران در کشورهای خارجی و برنگشتن به همراه تیم‌ها دیگه داره عادی میشه. قبل از بازی‌های آسیایی گوانگجو در آغاز پاییز 1389، محمد حسین ابراهیمی، شمشیرباز اسلحه فلوره که به همراه تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات جهانی راهی فرانسه شده بود، با این تیم به تهران باز نگشت و تلاش مسئولان ایرانی برای پیدا کردن اون به جایی نرسید. همین چند وقت پیش بود که سامان طهماسبی، کشتیگیر تیم ملی فرنگی ایران، به دلیل بی‌توجهی مسئولان در قالب تیم ملی آذربایجان روی تشک رفت. اما این بار کی؟ وحید سرلک، جودوکار وزن منهای 60 کیلوگرم ایران، به آلمان پناهنده شد. خودش از بی‌مهری مسئولان میگه، از اینکه به قول‌هایی که بهش داده بودن عمل نکردن. سرلک میگه برای حضور در تمرین‌ها و ترکیب‌ها چیزی به غیر از مسائل فنی مهمه، چاپلوسی و تملق‌گویی. سرلک میگه که ماها میشده که پول نمیگرفته، اما مربیان تیم ملی و رئیس این فدراسیون وضعشون بهتر میشد و ماشیناشون مدل بالاتر. سرلک میگه که قول خونه و ماشین گرفته بود و وقتی در مسابقات برای جلوگیری از رویارویی با نماینده اسرائیل و حریف آذربایجانی خودش میبازه و مدالی نمیگیره، خبری هم از اون پول و ماشین نمیشه. سرلک که دیگه تحمل این وضعیت رو نداشته، برای بازی در تیم روتردام به هلند میره و از اونجا به آلمان، و در حالی که در 5 تورنمنت جهانی از سوی مربیان تیم ملی دعوت میشده، حاضر به شرکت در اون بازی ها نمیشه تا شایعات هر روز بیشتر و بیشتر بشه. در آخر هم با گفتن اینکه دیگه امیدی به مسئولان فعلی فدراسیون جودو نداره، اعلام میکنه که قصد پناهندگی و بازی در ترکیب تیم ملی آلمان رو داره. کوچ ورزشکاران ایرانی و بازی کردن زیر پرچم سایر کشورها پدیده تازه‌ای نیست. بعد از مینا علیزاده، پاروزن دراگون بوت، مهدی جعفرقلی‌زاده کاراته‌کار، محمد حسین ابراهیمی شمشیرباز، احسان رجبی جودوکار، سامان طهماسبی کشتیگیر، حالا نوبت وحید سرلکه. سرلک آخرین نمونه این ورزشکاران نخواهد بود و باید دید که چه رشته‌ای و چه ورزشکاری باز همین مسیر رو در پیش خواهد گرفت. خب، همونطور که در گزارش همکاران مشاهده کردید، موضوع پناهندگی ورزشکاران ایرانی در این مورد وحید سرلک، جودوکار سابق تیم ملی، بهانه شد تا از او دعوت کنیم تا با حضور در این برنامه زنده به طور مستقیم با بینندگان در ارتباط باشه و به سوالات و ابهاماتی که در این مورد در رسانه‌ها به چشم خوره پاسخ بده. وحید جان، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و تو این برنامه شرکت کردی ازت سپاسگزارم. وقتت بخیر. قربان شما، منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ممنون از اینکه هر جای دنیا هستیم شما پیگیر اخبار ایران و ورزشکاران ایران هستید و همیشه اونها حمایت میکنید. وحید جان، خانواده جودو، ورزش دوستان و اونهایی که اخبار ورزش‌های رزمی خصوصا جودو رو دنبال میکنن تو رو میشناسن، اما شاید بد نباشه که برای اون دسته از بینندگانی که با افتخارات تو، با سابقه ورزشی تو آشنا نیستن، بیشتر آشنا بشن. یک به صورت خیلی کوتاه از مقامات بگو، از مربیات بگو، از سیر روند پیشرفت در ورزش جودو بد نیست بگی. بله، من از سن 10 سالگی ورزش از جنوبی ترین شهر تهران یعنی شهرره شروع کردم. در همون ابتدای شروع کار وارد تیم ملی شدم با مربی خوبم امیررضا قومی که تنها مربی بود که به نظرم بیشترین شاگرد رو به تیم ملی ایران داد
و همون سال سال 2000 قهرمان آسیا جوانان آسیا شدم، بعد به همین ترتیب مدالای مختلف بردم. سال 2005 که حق مسلم هم مدال مسابقات جهانی مصر بود ازم گرفتن به خاطر مسابقه نهادم با حریف اسرائیلی. سال 2009 مسابقات جهانی روتردام تنها نماینده ایران بودم که تونستم پنجم بشم و تنها نماینده ایران هستم که تونستم تو لیگ‌های اروپایی روتردام و آلمان شرکت داشته باشم. البته اشاره نکرده که نفر اول رده‌بندی یا رنکینگ جهانی IGF در واقع فدراسیون جهانی جودو هستی و در وزن منهای 60 کیلوگرم و دو بار هم به عنوان تنها نماینده ایران به مسابقات در واقع ازت دعوت کردن از مسابقات بین‌المللی جیگارکانو از در ژاپن. تنها ایرانی هستم که تو این مسابقات رفتم و پنجم شدم. قبل از اینکه به دلایل تقاضای پناهندگی در واقع برسیم، چی شد که به آلمان رفتی؟ اصلا در اروپا چگونه، چی شد که بعد از این همه مدت حضور در تیم ملی و باشگاه های ایران به اروپا رفتی؟ خب من با تیم المپیک روتردام قرارداد داشتم و برای اینا تو مسابقات لیگشون مسابقه میدادم، بعد با تیم‌های آلمانی قرارداد بستم و با آلمان بودم و با تیم‌های آلمانی مسابقه میدادم. خب من تو این مدتی که اینجا بودم مسئولین فدراسیون چند بار مسابقات مختلف تیمو بردن و من از مسئولین فدراسیون همه جوره خواستم که منم مثلا تو این مسابقات شرکت کنم، در صورتی که این چیزی که تو روزنامه‌ها شما می‌خوندی هم چیزی نیست، میگفتن همیشه سرلگ ما ازش خواستیم نیومده. درسته از من خواستم ولی با چه دلایلی نیومدم؟ من می‌خواستم مسابقات اسپانیا برم، گفتن باید با هزینه خودت بیای، با هزینه شخصی خودت. خب برای منی که تو از آلمان بخوام برم اسپانیا 500 یورو فکر نکنم برای یه فدراسیون هزینه زیادی باشه که از من می‌خواستم تو باید خودت هزینه‌تو بدی. حتی تو مسابقات آلمان که من شرکت کردم مبلغ 40 یورو ورودی مسابقات بود، از من خواستن که خودت بعد این 40 یورو رو بدی. خب این چیزا برای من یه چیزی بود که اصلا قابل درک نبود، نمی‌تونستم متوجه بشم که منی که 14 ساله برای ورزش ایران، برای تیم ملی ایران شبانه روز دارم تلاش می‌کنم، از وقتم، از جوونیم، از همه چیز زدم و برای ورزش ایران دارم زحمت می‌کشم، چرا باید با من این برخورد بشه؟ در اصل تو ایران شخصیت یه ورزشکار رو له میکنن. آقای امادی به مطلب خاصی اشاره کردی، من برمیگردیم به این مسئله شخصیت ورزشکارا. من گفته آقای حسین حساری پیشکسوت قلم ورزشی رو تو این زمینه حتما ازش استفاده میکنم که ایشون هم به مطلب خیلی قشنگی در مورد شخصیت ورزشکار نوشته. اما من میخوام در مورد همین مسابقات گزینشی صحبت بکنم، چون که در وبسایت های مختلف خبرهای زد و نقیض و حرف و حدیث های مختلفی در مورد تو هست. مردم یه عده خوب نمیدونن، علاقمندان خودت، علاقمندان ورزش جودو نمیدونن که دلایل اصلی تقاضای پناهندگی تو چه بوده. تو مسابقات گزینشی المپیک توی تونس، اسپانیا که خودت بهش اشاره کردی، جایزه بزرگ روسیه، مسابقات جهانی توکیو و بازی‌های آسیایی تیم ملی رو همراهی نکردی. در وبسایت فدراسیون جودو مطالب دیگه ای نوشتن که بد نیست به اونها اشاره بکنی. در مورد اسپانیاش اشاره کردی، چی شد؟ چرا در مسابقات؟ بله، من خدمتتون عرض می‌کنم آقای مادی. من اولا که خیلی متاسف شدم وقتی که زیر لینک هم می‌خوندم که یه مقدار از این بی محبتی هموطنان ها میدم که زیر لینکم حرفایی می نوشتن که اصلا در حد من نبود. من اگر اینجا الان هستم روبروی شما و اگر اعلام پناهندگی خودم به همه دنیا گفتم، به خاطر اینکه صدای من و همه دنیا نه صدای وحید سلک، صدای ورزش ایران، ورزشکارای ایران، امثال مثل من، امثال مثل خانم علیزاده، جعفر قلی و کسایی که هستن و خودتون اسمشون رو میدونید و دنیا میدونن، حرف دل ما رو به گوش دنیا برسونیم. اگر من اینجا هستم به عنوان کسی که حالا اعلام شده به عنوان یه پناهنده، مطمئن باشید دلایلی داشتم و دلایلی خواهم داشت. من تو مسابقات جهانی توکیو چرا نباید شرکت کنم؟ به خاطر اینکه به من گفتن تو باید بیای ایران با کسایی انتخابی بدی که حتی در حد تیم ملی نبودن. از من چندین بار خواستن که تو باید بیای تیم ملی ایران انتخابی بدی تا ما تو رو مسابقات جهانی ببریم، در صورتی که کسایی بودن مثل آقای میراسمایلی، کسایی بودن از ژاپن مستقیما وارد تیم ملی شدن و مسابقه دادن. چرا فقط من نوعی بعد برم تو این مسابقات انتخابی بدم؟ حتی من گفتم ما هزینه نمیتونیم واسه تو بکنیم که تو از آلمان مستقیما بیای مثلا مسابقات جهانی توکیو. خب این برای یه فدراسیون فکر نکنم اصلا باری باشه یا هزینه‌ای بخواد داشته باشه. یا مسابقات مسکو، من گفتم تو باید با هزینه شخصی خودت بیای وارد این مسابقات بشید. خب من نوعی این هزینه رو از کجا باید بیارم؟ من برای یه تیم ملی ام، برای یه مملکتم، یعنی واقعا فدراسیون من ارزش من براش نداشتم. وقتی که من به رسیدم که دیدم از لحاظ شخصیتی، از لحاظ انسانی من برای یه مملکتم، برای یه دولتم، برای یه فدراسیونم که این همه زحمت کشیدم هیچ ارزشی قائل نمیشن، خب ترجیح میدم که به هیچ عنوان، به هیچ دلیل دیگه به کشور خودم برنگردم. من
یه ایرانی هم همه جام اعلام کنم که ایرانی هم، ولی سعی میکنم که حداقل شخصیت خودم و شخصیت اون ورزشی خودم بتونم حفظ کنم. سعی کردم که تو این آلمان حداقل به اون چیزایی که میخوام برسم. وحید جان، در مسابقات گفتی که سیاست‌ها و سازوکارهایی که در فدراسیون هست غلط هست. به این مسئله اشاره کردی، چه سیاست‌هایی غلط هست در فدراسیون؟ و البته امروز خب من خدمتتون عرض کنم، گوش میکنم بخواز، من خدمتتون عرض کنم این سیاست های غلط رو من میخوام از اینجا واسهتون شروع کنم که چرا یه مربی تیم ملی باید 16 سال تو تیم ملی باشه. شما سرمربی تیم ملی جدای ایران رو میکنی 16 سال تو تیم ملی ایرانه، چه عناوینی تو این 16 سال به دست آورده؟ و شخص مربی خودمو میگم آقای امیررضا قمی، تقریبا میشه گفت نصف اعضای تیم ملی از شاگردان ایشون بودن، ولی هیچ موقع ایشون پاش به تیم ملی نرسید، همیشه یه جای پای ایشون از تیم ملی بریدن، به خاطر اینکه با سیاست های فدراسیون نمیتونست کنار بیاره. تو ایران، تو کشور من و توش فدراسیون من، ورزشکار رو ببخشید به قول معروف ورزشکاری میخوان که همیشه سرش پایین باشه. من ورزش کردم که سرمو بگیرم بالا بگم من ورزشکارم، زیر بار حرف زور نرم. حرف زور برای من، برای اینکه ورزش کردم تو خیابون من آدمای عادی میبینن، من الگوی یه سری از افراد هستم. خب اگر من بخوام مثل بقیه افراد بشم، به قول معروف تاریخ 22 بهمن میشه من باید برم تظاهرات کنم، تاریخ 12 فروردین میشه باز من همه جا ورزش کنم، اونها با زور. چرا من نباید خودم باشم؟ وحید جان، در از این سیاست ها بود که خسته شدم. در همین گفتگوهایی که داشتی در هفته پیش، اولا یه سوالی دارم ازت، شاید سوال خیلی از بیننده‌ها باشه. تو هفته پیش اعلام می‌شد در گفتگوهایی که با تو کرده بودن خبرگزاری‌ها که با تو صحبت داشتن از ایران، وقتی ازت می‌پرسیدن که در آلمان پناهنده شدی، رد می‌کردی و می‌گفتی که یا از قول تو نوشتن که می‌خوای که فدراسیون جودو آرامش خودش رو داشته باشه، اما هفته پیش به ناگاه این خبر در اومد که پناهنده شدی. به عنوان یک ورزشکار ملی، به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای، این شانس رو داشتی، این اقبال رو داری که به عنوان یک مهاجر اقامت بگیری در کشور دیگه، مثل احسان رجبی که گرین کارت گرفته در آمریکا و به جوری خودش ادامه میده، چرا تقاضای پناهندگی؟ آقای وادی، من باید خدمتتون عرض کنم، من چندین بار از مسئولین خواستم از کشورم، من ایرانمو دوست دارم، من تیم ملی ایرانمو دوست دارم، 14 سال برایش زحمت کشیدم، ولی وقتی دیدم که خیلی به من دارن بی‌مهری میکنن، واقعا اون چیزایی که به من میگفتن هیچ کدوم عمل نمیکردن. چند وقت پیش یکی از تو رسانه‌ها خوندم که رئیس فدراسیون من سرمربی تیم ملی من برگشته گفته اصلا وحید سلک تیم ملی نیست، ما به ایشون احتیاجی نداریم. وقتی که یه همچین چیزی من شنیدم، خب منم اومدم گفتم که پس من میشم نماینده همه ورزشکارای ایران، همه اون کسایی که صداشون به هیچ جا نمیرسه، همون تو صداشون خفه میشه. پس من اومدم اعلام پناهندگی گفتم، من به عنوان یه ورزشکار میتونستم خیلی راحت اگر میخواستم کسی نفهمه بیام آمریکا، بیام گرین کارت بگیرم به قول شما مثل احسان رجعی، ولی من این کارو نکردم. من اومدم نشستم اعلام کردم و هنوزم اعلام میکنم به همه دنیا که صدای ما ورزشکاران، ما ورزش ایرانو بفهمید که تو چه تنگنایی هستن دارن تمرین میکنن، و شما فقط اون سکویو میبینید که ورزشکار میره روش و مدال میندازن گردنش، پشت پرده این سکو رو نمیبینید که با چه مشقتی، با چه سختی به اون سکو میرسه و چقدر زجر میکشه تا به این سکو برسه، و آخرش هم با یه شخصیت خرد و له شده باید بیاد توی کشور دیگه یا پناهنده بشه یا به قول معروف گرین کارت بگیره، به هر دلیلی از تیم ملی اخراج بشه و صداش هم هیچکی نفهمه تو دنیا. به مسائل خیلی بیش گسترده اشاره کردی که فرصت نیست در یک دقیقه نیمی که فاصله تا پایان برنامه هست بهش اشاره بکنیم. حتما در برنامه‌های دیگه ازت دعوت می‌کنم، اگه قبول بکنی بیای و به این سوالات جواب بدی. در یک مطلب خیلی کوتاهی قبل از اینکه بخوای خداحافظی بکنیم با بیننده‌ها، در مورد مسابقات یورولیگ، یوروکاپ هامبورگ بگو که در اون مسابقات با نام ایران شرکت کردی و اتفاقا به من فکر میکنم اولین ورزشکاری هستی که با ورزشکار اسرائیلی مسابقه دادی. بله، من توی یوروکاپ هامبورگ شرکت کردم، البته با یه اصرار بیش از حدی که خودم از فدراسیون ایران خواستم تو رو خدا بذارید من با نام ایران شرکت کنم. خب بالاخره من یه ایرانی بودم، حتی هزینه هاشم خودم بودم. بله، من اولین ایرانی هستم که با اسرائیل مسابقه دادم، چون که آزادانه خواستم به دنیا ثابت کنم که من ورزشکار اهل سیاست نیستم و سیاسی نیستم و من نمیخوام سیاسی، این مملکت منه، که این دولت منه که واقعا منو میگیره، نمیذاره من بخوام با یه فرد اسرائیلی، حالا یه کشور اسرائیلی بخوام مسابقه بدم. و دومین چیزی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، تو رو خدا آقای عمادی، این حرف همه ورزشکارای ماست، یه روزی میگفتن فرار مغزها، الان دیگه شده فرار عضله‌ها. مطمئن باشید یه چیزی هست، چیزی که شاید کسای دیگه نمیدونن، همون داخل ایران بسته میشه. بدونید ورزش ما، ورزشکارای ما با عذاب و سختی به یه جایی میرسن،
واقعا بیاید اینا رو حمایت کنید، حالا هر جوری که صلاح میدونه، هر جوری که خودتون میدونید. حالا خدا رو شکر میکنم که امثالی مثل شمایی هستن که این کارا هستن، خودشون ورزشکاران، درد ورزشکارا رو میدونن. متشکرم. من باورم نمیشد که تو آلمان شما بخواید منو پیدا کنید. متشکرم وحید سرلک که از آلمان با ما بودید و متشکرم از شما بینندگان عزیز که تا این موقع ما رو همراهی کردید. وبلاگ زنگ ورزش و صفحه ورزش وبسایت صدای آمریکا رو فراموش نکنید. با سپاس از همراهیتون با خبرهای ورزشی، تندرست و سرفراز باشید.